هیچ صیادی از فاضلاب ماهی زنده صید نخواهد کرد. در زده و احترام دارم برنامه شما همینان عزیز و ارجمندم. یادتونی که بار گذشته با دکتر نوذری درباره مس صحبت میکردی و علم تشریح آناتومی به کجا رسیدیم؟ صحبت از سر انسان بود. مصری ها برای نخستین بار کشف کردند که باید قاعدتا ساختمان سر انسان به شکلی باشه که با اینکه خیلی سنگینه، این گردن نازک بتونه اون رو نگه داره. درود بر شما. درود بر شما. خب صحبت میکردیم درباره سر و سر و خب در سر انسان 8 حفره هست. خب. تو این حفره هواست، حفره ها و سر رو سبک میکنند. درست. بنابراین انسان میتونه عمودی راه بره بدون که سر بیفته، سر بیفته یا به آمدن. گردن صدمه بزنه. درست. اسم یکی از این استخونا هست استخوان شبپره یا شاهپرک یا پروانه. خب. شبیه پروانه است. خب. و یک استخوان نازک هست. همینطور در بینی یک حفره دیگه هست. درست. اون هم نازک هست. کنار استخوان فک و روی پیشونی، توی درست. پیشونی. درست. مصری ها متوجه میشن که میتونن این استخوان نازک رو بشکنن، با یک قلاب وارد جمجمه بشن و از اون طریق مغز رو خارج کنن. یعنی از طریق این به اصطلاح یه قزروفی دیگه نیست؟ استخوان هست ولی بسیار نازک هست، مثل کاغذ. راحت میشه اون رو ترک داد. به خاطر اینکه مصری ها علم تشریح رو انجام میدن اما احترام زیادی دارن برای بدن، نمیخوان به بدن صدمه بزنن. اوه. بنابراین علم تشریح رو در یک مقیاسی که هیچ تمدنی به خودش ندیده، عجب. حتی تا به امروز، حتی تا به امروز هیچ تمدنی در دنیا در یک چنین مقیاسی علم تشریح رو به خودش ندیده و با این لطافت و با این حالت شاعرانه واقعا به خاطر احترام به انسان. وقتی که مغز رو خارج میکنند از یک طریق برش، خب احشای داخل بدن رو هم خارج میکنند. اما متوجه هستند که قلب تپش داره و مصری ها نتیجه میگیرند که مرکز هوش و تصمیم گیری قلب هست نه مغز، و این ادامه پیدا میکنه تا زمان ارسطو. وقتی که حتی ارسطو با مصر آشنا میشه و علاقه من هست که تشریح رو، مصر باستان رو، اسکندریه رو زنده کنه، نه امکاناتش رو داشته که روی انسان تشریح کنه، اکثر کارهاش رو روی حیوان انجام میده، اما اون هم معتقد میشه که قلب قانونه. مرکز حیات. تصمیم گیری هست، مرکز حیات هست. تا اینکه هیروفیلوس که در همون اسکندریه درس میخونه و فارغ التحصیل هست و حالا تدریس میکنه، اعلام میکنه که نه، مغز مرکز تصمیم گیری و مرکز هوش هست. یعنی یه تحول خیلی عظیم در علم. خیلی بسیار زیاد. شما فکر البته دالائی لاما همین امروز میگه که انسان اگه میخواد تصمیمات بزرگ بگیره باید حتما با دلش بگیره. بله بفرمایید. خب از 5100 سال پیش در مصر باستان مثلا شروع میکنن رگ ها رو تشریح کردن و بعد از یک مدت 10 رگ رو شناسایی میکنن، بعد 20 تا، بعد 30 تا، بعد 40 تا. مصری ها معتقد بودن که رگ ها چیزهای زیادی از توشون حمل و نقل میشه، نه فقط خون، نه فقط خون. و چون دنبال روح هم میگشتن، اسمهایی رو که به اینها میدن شاید جالب باشه برای بینندگان. مثلا دو رگ هست که میره به گوش راست، اسم این دو رگ رو میذارن رگ های زندگی، رگ های حیات. و بنابراین دو رگی رو که میرن به طرف گوش چپ، رگ های مرگ، اسم اون رو میگذارن دقیقا رگ های مرگ. یعنی شما میبینید که علم پیشرفت میکنه اما این اسم گذاری ها وفادار میمونن به اون سنت، یعنی سنت. احترام به انسان و دنبال روح انسان بودند. آفرین بر مصری ها، تشکر میکنم. دنبال میکنیم گفتگوی خیلی جالب رو با دکتر حسام نوذری. امیدوارم برسیم به مناسبات هنری ما بین هنرمندان بزرگ ایران و مصر، به ویژه در دوره داریوش، بنابر گل‌نوشته هایی که امروز موجوده در همین ایالات متحده آمریکا در این دانشگاه کلمبیا نشون میده. هنرمندان دو کشور با هم در ساخت شوش و آپادانا خیلی همکاری صمیمانه داشته. البته هنرمندان مصری از بابتش حقوق میگرفتن و مزایایی داشتن.
وارد منزل دیگر از برنامه امروز میشویم، پس فردا رو فراموش نکنید. دنبال میکنیم برنامه رو، به خاطرتون باشه، با سکه خانم دکتر ساناز علیسی، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات اعدام بار گذشته، درباره یکی از زندانهایی صحبت میکردیم که دربارش فیلمهای عدیده ساخته شده، رمانها، داستانها، قصه ها، پاورقی ها، مقاله ها. یکی از خطرناکترین زندانهای دنیاست، به لحاظ اینکه این زندان مرکز تجمع بسیاری از تبهکاران خطرناک، بعضی از اونها محکوم به اعدام، یعنی زندان سن کوئنتین در شمال کالیفرنیا. درود بر سکا خانم دکتر ساناز علستی. درود به شما آقای میبودی گرامی و درود به بینندگان عزیز. خب خانم علستی، ما در رکاب شما هستیم و جلو زندان سن کوئنتین. خواهش میکنم. بله، در مورد زندان سن کوئنتین همونطور که گفتین داستانهای بسیاری گفته شده، ولی یک مقدمه ای من فکر میکنم لازم باشه که به صورت کلی در مورد این زندان بگیم به بینندگان عزیز. زندان سن کوئنتین قدیمی ترین زندان در ایالت کالیفرنیا است و یکی از بزرگترین زندانهای آمریکا هستش و این زندان در شمال کالیفرنیا در مورین کانتی در نزدیکی سان فرانسیسکو در کنار سان فرانسیسکو بی خلیج سان فرانسیسکو واقع شده و وقت در گذشته زندانیان زن هم در این زندان بودن، ولی هم اکنون افرادی رو که محکوم به اعدام شدن زندان دیگری هست در ایالت کالیفرنیا که در اونجا نگهداری میشن. در خصوص جمعیت کیفری و تعداد زندانیانی که در این زندان هستن، خب زندان بسیار بزرگی است، ولی خب ظرفیت این زندان 3000 نفره، ولی در حال حاضر بیش از 4000 نفر در این زندان زندانی هستن در این زندان ایالتی، که خب یک مسئله خیلی قابل اهمیتی این موضوع هست، مسئله تورم کیفری، prison overcrowding، و اینکه جمعیت زندان‌ها باید مناسب، جمعیت زندانیان با فضایی که در زندان هست باید متناسب باشه. و ما می‌بینیم که این مشکل البته فقط در زندان سن کوئنتین نیست، در بسیاری از زندان‌های دیگه آمریکا و سایر کشورها هم این مشکل وجود داره، مشکل تورم کیفری که فضای کافی برای زندانیان نیست. و این زندان خب زندان بسیار گسترده‌ای هست و حتی کد پستی خودش رو داره و یک نیوزلتر هستش که به شکل ماهانه در این زندان منتشر میشه. و یکی از ویژگی‌های بسیار حائز اهمیتی داره در خصوص نگاهداری افرادی هستش که محکوم به اعدام شدن. جالب، یعنی پس مشخصات یک شهر رو داره، چون کد پستی خودش رو داره، حضورتون که عرض کنم روزنامه داره و مقررات خودش رو داره. بله، اگه جالب باشه برای شما و بینندگان عزیز، میتونم من یه مقدار در مورد ویژگی های قسمتی که محکومان به اعدام در اون نگهداری میشن در این زندان صحبت بکنم. حتما 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 گوش میکنیم خانم علستی. در این زندان خب بیش از 700 نفر از محکومان به اعدام نگهداری میشن که گویا یکیش ایرانی ها؟ بله، یه نفر ایرانی از 700 نفر. و وقتی که ما مقایسه میکنیم، خب در ایالات جنوبی میزان اعدام بالا هست، ولی میزان افرادی که محکوم به اعدام شدن و پشت میله های زندان منتظر حکم اعدامشون هستن در ایالت کالیفرنیا بالاتر از ایالت‌های دیگه است، بالاترین میزانو در سراسر آمریکا داره. و بیشتر افرادی که در کالیفرنیا به اعدام محکوم میشن، به استثنای چند پرونده‌ای که وجود داره، در این زندان نگهداری میشن. و وقتی که
بررسی میکنیم که به چه شکل هست، به چه شکل این افراد نگهداری میشن در این زندان، افرادی که محکوم به اعدام شدن. میبینیم که اینها حتی بین افرادی که محکوم به اعدام شدن در این زندان تمایز ایجاد شده. افرادی هستن که یعنی به شکل درجه بندی کردن، گریدینگ، گرید A و B، که گروه نخست محکومان به اعدامی هستن که خب خیلی مشکل برای زندان و از نظر انضباطی ایجاد نکردن، در یک قسمت جدایی نگهداری میشن. و افرادی هستن که به نوعی محکومان به اعدامی هستن که به نوعی مشکل ساز هستن برای این زندان، که اونها در ادجاستمنت سنتر نگهداری میشن که خب بیشتر کنترل بیشتری روی این افراد میشه. و واقعا ما وقتی میبینیم که خب یک اتاق ویژه‌ای در حال حاضر وجود داره که خب از طریق تزریق مرگبار محکومان به اعدام و در این زندان اعدام میکنن، که خب بسیار ناراحت کننده هست و فضایی هستش که از اهالی مطبوعات، رسانه ها میتونن بیان به عنوان ویتنس، شاهد صحنه اعدام و ملاحظه بکنن، و همینجور خانواده فردی که اعدام میشه و به زهدیده قربانی از خانواده قربانی میتونن بیان و این صحنه دلخراش رو نگاه بکنن. البته ما وقتی این صحبت رو میکنیم مقصودمون این نیست که طرفداری بکنیم از تبهکاران، بزهکارانی که مرتکب شنیع‌ترین جرایم شدن. مقصود اصلی این هستش که واقعا ما بهترین راه حل رو به جامعه ارائه بدیم که اعدام راه حل مناسب و واکنش مناسبی برای جرایم، هر چقدر هم که جرایم مهمی باشن نیست. و در این زندان، در زندان سن کوینتن، در آغاز خب تا دهه 30 از روش هنگینگ، بدار آویختن استفاده می کردن برای اعدام بزهکاران. بعد ما میبینیم که این روش از دهه 30 به بعد عوض میشه، وقتی که برای نخستین بار در ایالت نوادا گاز چمبر، اتاق گاز ساخته میشه برای اعدام مجرمان. خب در ایالت کالیفرنیا هم از این روش استفاده میشه و برای مدت ها از این روش استفاده میشده تا سال 1996 که دیگه از اتاق گاز برای اعدام استفاده نمیشه، به خاطر پرونده‌ای که مطرح میشه، کیسی که مطرح میشه، و در این کیس به این نتیجه میرسن که اعدام از طریق گاز کشنده اتاق گاز روش غیر انسانی و ظالمانه ای هست، cruel and unusual punishment. به خاطر همین بعد از اون دوره از طریق lethal injection، تزریق مرگبار هستش که محکومان رو اعدام میکنند در زندان. خانم دشارت، آخرین باری که در این زندان کسی اعدام شده کی بوده؟ داریم آمار؟ اعدام در ایالت کالیفرنیا، درسته که تعداد افرادی که محکوم به اعدام شدن بسیار بالاست، بیش از 700 نفره، ولی پس از اینکه مجازات اعدام در آمریکا، چون در یک دهه از اواخر دهه 60 تا سال 1977 اعدام ها در آمریکا به شکل تعلیق در اومده بود و اعدامی صورت نمی‌گرفت، و پس از اون دوران تنها 13 نفر در این زندان اعدام شدند. و خب در کالیفرنیا تلاش‌های گروه‌هایی که بر علیه اعدام کار می‌کنن بسیار زیاد هست، و حتی در سال گذشته می‌خواستن که این مجازات لغو بشه، ولی متأسفانه رأی کافی رو نداشتن و همچنان این مجازات وجود داره. تشکر می‌کنم. این گفتگو رو پی می‌گیریم. با سگه خانم دکتر ساناز عرصی، از اون صمیمانه سپاسگزاریم به عنوان یک شخصیت برجسته حقوقدان ایرانی که این همه تلاش برای
لغو حکم اعدام نه فقط در ایران، در سراسر جهان، در تمام دنیا. خانم علسی اگه اجازه بدید گفتگو با شما رو در برنامه آینده دنبال کنیم. بله حتما. گفتی بگو یا عاشق بیمار کیستی، من عاشق تو هم، تو بگو یاری کیستی. همین الان دنبال میکنی برنامه رو. مهمان ما دوست نازنین هنرمندی که از راه دور آمده، رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه و همچنان رئیس اوچس بزرگ جنوب فرانسه، شهر نیس که مراسم برگزار میکنن، آقای دکتر عزیزالله سلیم پور. درود بر شما. نیم قرن شما کنار مدیترانه زندگی میکنی؟ بله دیگه، ما اهل اونجا شدیم. اهل اونجا شدیم. خب یعنی چسبیده بهتون پس دیگه. در حقیقت جالبه برای اینکه نیس اولین شهریست که وقتی من تهران رو ترک کردم بهش رسیدم و قسمت اینطور بود که در این شهر من ازدواج کردم و در همین شهر موندم دیگه. مونده گازه چه خونه خریدید؟ جوان بودید ها؟ بله. اولین بار که خونه خریدید؟ نه اون بعد از ازدواج، چند سال بعد از ازدواج. چند سال بعد از ازدواج؟ بله. برای که اولین حقوقی گرفتی چند گرفتی؟ اولین حقوق یادتون هست؟ بله. چقدر بود؟ فرانک بود دیگه اون موقع. بله 70 فرانک. همش؟ همش در یه ماه. بله. خب در بیمارستان انتر بودم. انتر بوده هفتاد. بله بله. با 70 فرانک چیکار کردی؟ با 70 خیلی کارها نیست اون موقع. با 70 فرانک پول تو جیبیه، برای که به ما غذا میدادن و اتاقم داشت. اون موقع برجیت بارو خیلی معروف بود یا هنوز کاملا نه؟ بله بله معروفه. خیلی معروف. آلندرون هم معروفه یا هنوز نه؟ چرا اینها در حقیقت معروفترین چهره های سینمای فرانسه بودن. برجیت باردو در سنت خوپه که نزدیک نیست در بلد. در حقیقت زندگی میکرد همونطور که الان هم در عجب شخصیتیه. بسیار از نظر دفاع باید. از محیط زیست اصلا فوق‌العاده است. زندگیش گذاشته. جالبه که مثل که با جراحی پلاستیک هم میانه‌ای نداره، هیچ علاقه ای نداره که چهرهش رو دستکاری بکنه با اینکه که ما پس شما عاشق برجیت باردو دوست داشتید؟ پس برجیت باردو رو دوست هنر برجیت باردو هستم. دوست هنر. بله بله. بی بی. بله. خب جالبه که آقای دکتر آقای دکتر سلیم پور و دوستانشون اغلب با ارکستر بزرگ برنامه‌ای رو اجرا میکنند، بیشتر در جهت شناساندن ایران و فرهنگ ایران. اجازه بدید که رقص یکی از دختر خانم‌ها رو به هم نگاه کنیم. خانم نصر، خانم فرشته نصر، هنرمند عزیز ایرانی که در پاریس زندگی می‌کنه. ایشون همشهری بنده هستن، اصفهانی هستن. عجب و لحجه بسیار زیبایی داره که واقعا نیست. اهل اصفهان، اهل اصفهان و خیلی قشنگ می‌رقصه و واقعا تمام بینندگان رو محصول خودش میکنه کاملا. چقدر جالب. خب ایشون آشنا بودن با چی؟ با خانواده حسین؟ نه نه آشنا نبودن. ایشون جوان هستن. جوانن. خب نگاه میکنیم و برمیگردیم. هم میاد
فوق‌العاده بود. عجب رقصی، خیلی زیبا، خیلی فوق‌العاده. بس اصفهانیه میشونه. بله، همشهری بنده. آقای دکتر، من ارکستر بزرگ شما رو که نگاه کردم، اغلب کسانی هستن که نوازندگی جز هابیشونه، یعنی یا پزشکن یا نمیدونم مهندسن یا مقاطع کار. بعضی هم که شنیدم بعضیشون خیلی خوبه، کاملا جالبه. بله بله. حقوق هم نمیگیرن هیچ کدام، حتی رهبر ما حقوق نمیگیره. یعنی که به صلاح چند سال پیش رهبر ما حقوق میگیرن، از موقعی که این رهبر جدید اومده حقوقش آخر سال همه رو پس داد و گفت ما از این بعد مثل شما داوطلبانه کار میکنم. بله. الان چه مدت در سال تمرین میکنید با هم؟ ما هر دوشنبه 3 ساعت تمرین داریم. 3 ساعت تمرین و موقعی که کنسرت داشته باشیم، البته هفته قبل از کنسرت دوباره 2 تمرین داریم. 2 تمرین. بله بله. بعد اون وقت جمع این نوازندگان اینقدر به فرهنگ ایران علاقمند شدن، جازه هم از هم به طور رایگان و داوطلبانه مدت ها بیان تمرین بکنن، نوروز رو برگزار کنن، مهرگان رو برگزار بکنن. خیلی چای سپاس داره. بله، بسیار علاقه مندن و همینطور که ملاحظه فرمودید ما در برنامه همون سعی میکنیم وقتی یک در حقیقت یک مخلوطی از آمیزشی از موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی رو ارائه بدیم و موقع است که میشه فهمید موسیقی زیبا چه ایرانی باشه چه فرنگی باشه موسیقی زیباست. کاملا با شما. هیچ وقت شد امین الحسین بیاد و اونجا حاضر باشه و شما بنوازید یا نه؟ افسوس. ایشون از دنیا رفته بود، ولی خبر داشت که من از آهنگ ایشون در یکی از برنامه‌های قدیمیمون در مارسی استفاده کرده بودم، عکس‌هاش رو دید. اون موقع ضبط صوت نبود، متأسفانه ما نداشتیم و نتونست بشنوه، ولی عکس‌هاش رو که در اونجا بهش میگفتیم که این آهنگ مال امین‌الله حسین هست رو بهش نشون دادیم. البته ضبط صوت بودی شما نبود، ما نداشتیم. پولش هر روز نداشتیم بخریدیم. با 70 فرانک نمیشد ضبط صوت کنیم. اون موقع 70 فرانک هم نداشتیم. ببینم اتاق ما چی کار میکردی؟ اجاره اینا؟ نه، به ما اتاق مجانی داده بودن. بله بله. در بیمارستان؟ در خود بیمارستان اتاق ملافه مجانی. بله. از چند تا ایرانی بودی جمع؟ در موقع در بیمارستان 2 نفر ایرانی بودیم، دکتر جواهری که الان ایشون ساکن لس آنجلس هست و خود بنده. جالبه، خیلی جالب. هیچ وقت شد در حضور امین‌الله حسین شما سازی بنوازی؟ بله، زیاد شد. بله، من این شانس رو داشتم که در جلوی امین‌الله حسین ویولون بزنم و اون به من یک درسی داد در یک جلسه. آها. و اونم نفس کشیدن در موقع نواختن بود. من ویولون می‌زدم ولی نفس نمی‌کشید. نفس حبس می‌کرد. یعنی میتونم بگم مثل اتوماتیک میزدم ویولون. گفت پسر تو که اصلا نفس نمیکشی، وقتی حرف میزنی نفس میکشی؟ گفتم بله. گفت وقتی هم میزنی باید نفس رو به موقع بکشی و به من نفس کشیدن رو یاد داد و از اون موقع نواختن من کاملا عوض شد. جالبه. بله بله. بس این درس بزرگی بود که از استاد درس کرده. بسیار بزرگی بود، بسیار از امین‌الله حسین. اگر اجازه بدید، در برنامه گذشته شما با آقای حسام نوذری یه چیزی بسیار جالبی گفتن درباره کشفیات و جستجوهای مسیحیان روی بدن انسان و روح انسان. میدونید که مسیحی ها موقعی که بیمار بودن برای درخواست شفا به هوروس الهه موسیقی رو می بردن و دعا می خوندن تا اینکه الهه موسیقی اونها رو نجات بده. موقعی که من با امین‌الله حسین لطیفی داشتم. بله. واقعا با نوذری است. و موقعی که من با امین‌الله حسین در رابطه بودم، شانسی رو داشتم که برم پاریس و در رشته موسیقی درمانی مطالعه کنم. وقتی با ایشون صحبت کردم فکر می کردم مثلا ایشون برای که بخواد آرامش پیدا بکنه یکی از آهنگای باخ یا موزارت رو بذاره. گفت نه سلیمپور، من برای که روح هم آزاد آرام بگیره میدونی چی رو دوست دارم؟ گفتم چی؟ همون که دفعه قبل گذاشتی، آهنگی بود از
عبدالوهاب شهیدی. آه میگفت من بله میگفت من وقتی شهیدی میخونه روح منو نوازش میده. نخه دوست داشت بسیار دوست داشت. بله بله جز خواننده ها بسیار علاقه من بود به صدای شهیدی. روح شاد واقعا روح هر دوشون شاد. روح شاد. من خوشحالم که این مسئله امین الله حسین رو در تلویزیون ایران فردا مطرح کردیم، دنبال کردیم و تصحیح بشه در دانشنامه های آزاد، چون از او به عنوان یک روس یاد میکنن، یک جای آذری هم که مدعی شدن کمونیست های کهن نوکیسه، که حالا از زمانشون هم خوب شده دیگه، خوب شده، حالا شروع کردن به چنگ انداختن به شخصیت های بزرگی ما، مثل اول که نظامی گنجوی بود، این یکی دیگه خیلی زیادی است. امین الله خان و حسین با این همه اثر شکوهمند درباره ایران و تاریخ. آقای دکتر خیلی لطف کردید. آقای ببینید سپاس دارم، باشم برای استخار متشکرم. سپاس گذارم، میانم تا دیدار دیگه. Mm-hmm.